خیلی بیشتر شده و بازم بیشتر میشه. ابتدایی مثلا 10-20 سال پیش نقش کاملا مشورتی داشت، ولی الان بودجه کمیسیون اروپا به خود پارلمان کنترل اوکی میکنه. لذا این پارلمان میتونه تمام پولایی که مثلا به عراق برای بازسازی این کشور طرف اروپا میره اینا رو کنترل کنه. شاهرگ مالی اروپا در واقع تحت کنترل پارلمان اروپاست. خود دولت ها موظفن که به پارلمان پاسخگو باشن. مقامات خود ایو مال اتحادی اروپا مرتب تو نشست های پارلمان شرکت میکنن و تحت حساب رسید نماینده ها قرار میگیرن. خب بینندگان عزیز، شاید برای شما مثل من این سوال پیش اومده باشه که اصلا پارلمان اروپا که به اروپا اختصاص داره چه جایگاهی داره؟ چطور در مورد مسائل مختلف بین المللی میتونه نظر بده و این نظری که میده و این رأی که میده چه جایگاهی داره؟ چه میزان مؤثر هست و چه میزان در صحنه عمل میتونه کاربرد داشته باشه؟ فکر میکنم این موضوع و این سوال نیاز به توضیحات بیشتری داره. از فیروز محبی خواستیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه به ما بدن. تو زمینه سیاست خارجی و دفاع قدم‌های پارلمان اروپا لازم و لجا نیست بر اساس خود تعریفی که هست، چون هر کشوری سیاست دفاعی خودش رو مشخص میکنه. ولی درباره امورات خارجی و حقوق بشری وقتی که یک موضوع خارجی به یک موضوع حاد و بحرانی تبدیل میشه و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری موضع‌گیری می‌کنند و همه یک حرف رو می‌زنن ولی این موضوع و بحران حل نمیشه و از حد معمول می‌گذره، دیگه پارلمان اروپا مجبور به موضع‌گیری علنی میشه و این موضوع حل نشده بین‌المللی به تصویب یک قطعنامه بالغ و منجر میشه، مثل همین حالتی که الان برای کیس اشرف به وجود اومد. تصویب یک قطعنامه در این پارلمان به نوعی میشه گفت که وجدان مردم اروپا و بخش قابل توجه از جهان رو سر یک موضوع مشخصی بیان میکنه و تمام دولت‌های دموکراتیک تمام تلاششون رو میکنن تا مسائل کشورشون به یک قدامه تو پارلمان اروپا تبدیل نشه، چون اینا آبروشون رو تو خطر میبینن. همچنین میشه گفت که این قدامه هر کدوم به عنوان یک استاندارد بین‌المللی و نمونه و مرجع در سایر پارلمان‌ها و همچنین دادگاه ها و مراجع قضایی قابل استناده و بر این اساس میشه گفت که بر این اساس میشه هر کشوری رو مورد حسابرسی قرار داد. سایر نهادهای اتحاد اروپا یعنی شورای وزیران، کمیسیون اروپا، اونا هر قدامه که تو پارلمان تصویب میشه باید مقید باشن و خلاف اون معمولا موضع نمیگیرن. مثلا قدامه که در رابطه با فلسطین یا در سال قبل در رابطه با پاکستان و سایر جا تصویب شده بود منجر به فرستادن ناظرین و هیئت‌های مختلف از سوی پارلمان اروپا شده بود. در واقع هر قدامه‌ای در سیاست خارجی که تصویب میشه خودش یک سکو هستش برای قدم و گام‌های بعدی. خب توضیحات